قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز، پروردگار عظیم تجدد و نوگرایی را دوست دارد، زیرا این تجدید است که برای انسان زمینه تفکیر را مساعد می کند و این تجدد است که انسان را به طرف آرمانهای بلند می کشاند. و از این خاطر ما شما می بینیم که عمر ما هم همیشه می گذرد، از یک مرحله به مرحله دیگری می رسیم و هر مرحله که ما سپری می کنیم در حقیقت افق فکری ما بلند می رود. در پهلوی از او، در این نظامی که ما زندگی می کنیم، می بینیم هر روز شب صبح می شود، صبح شب می شود. بر علاوه از او مشاهده می کنیم که بهار داریم، خزان داریم و هر یکی از این فصل ها یک تعبیر خاصی برای ما شما در زندگی می دهد. بهار خودش یک مرحله تجدید تعهد است و دوراندیشی است و تقلباتی که در دنیا و کائنات شما مشاهده می کنین در حقیقت درس عبرت است که ما شما باید برای تجدید روح خود، تجدید تعهد خود و اصالت خود باید از این استفاده کنیم. متاسفانه این تجدد و این تقلب گاه منفی تعبیر می شود که ما شما مشاهده می کنیم و می بینیم، ولی انسان های دوراندیش می توانند از این خوب استفاده کنند، زیبا استفاده کنند. در آیه که به حضورتان تلاوت شد این تجدد را زیبا معرفی می کند، بهار را جالب معرفی می کند و می فرماید که وتر الارض حامدتن، دیدی زمین را که خشک بود، بی علف بود، زمستان سرش آمد و هر طرف که می خواستی می رفتی کسی مانعت نمی شد، دیقان برت نمی گفت که در داخل کرد نگرد، هیچ مشکلی هم نداشت. فإذا أنزلنا عليها الماء، انگامی که ما آب را سرش پایین کردیم، نازل کردیم، همی زمین خشک و بوره و سخت اهتزت، به حرکت در آمد، عربت و از بیخ پک شد، و انبتت من کل زوج بهیج. بعد میبینی که از هر نوع گیاه خوشمنظر و گلاب ها و گل ها زیبا و قشنگ که بهجت آور است خوشی را برایت می دهد، ای ببار شد، بیرون شد. بعد می که این می تقلبا که بهار آمد، بعد این شگوفه ها بزرگ شد، گل ها آمد، میوه ها آمد، بعد این فصل می گذرد، خزان می آید، این سبزه ها همش سقوط می کند، باز کاملا خشک می شود، زمستان بسیار سرد می آید، همه چیز اما تو می رود به طرف یک خواب گران و بار دوم
بهار می آید و در حقیقت هر که پرسانتان بکنیم چند بهار از زندگیتان سپری شده، هر کدام ما شما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال الاخری، یعنی چندین بهارهای در زندگی ما تو آمده است، ولی کم ما استفاده کردیم، کم ما از این درس عبرت گرفتیم. خب در هفته گذشته من بر شما عرض کرده بودم که انسانانی که کامیاب هستند در روشنی سیرت رسول علیه السلام بر شما مطالبات داشتم. انسان کامیاب کسی است که در زندگی خود هدف داشته باشد، هدف خوب تعریف کرده باشد، باز برسیدن به او هدفش یک پلان را و خطوط را تنظیم کرده باشد، بعد از پلان وسائل را استخدام بکند جهت رسیدن به او پلان و به او هدف، و در راه مبارزه و جهت رفتن به حصول هدف اصرار داشته باشد، به اهداف خود منحرف نشود، کنارش نگذارد. اگر ما چنین کاری بکنیم خامخواه کامیاب میشیم. و انسانانی که کامیاب نشدن چرا؟ اول در زندگی خود یک تعدادی اصلا مقصد و هدف ندارن، اصلا نمیفهمد، شب روز میشه روز شب میشود، اصلا این را درک نمی کند که چرا من مظلوم هستم، یا چرا فلانه ظالم است، یا چرا ما افتیدیم، چرا زندگیم در بدر است. این چراها را اصلا نمی خواهد جواب بگوید، پس حیوان واری می خوره و خواب می کند، شهوت را نمی کند. گروپ دوم داشتیم که یک سلسله اهداف دارد ولی همتی از این را ندارد که به طرف هدفش پیش برود. یک تعدادی داریم که اهداف خوبم دارد، میخواهد که به اهدافش برسد، تلاش هم میکند، ولی تلاشش چون منظم نیست و تلاشش چون یک برنامه برش انداخته نشده، پلان ندارد، در راه بازمانده میشه، بیچاره میشود، عقب میآید. کم مردم هستند که هم هدف دارن، هم برنامه دارن و هم وسایل را استخدام میکنن، خامخواه کامیابی هم از امون مردم است. هر بهار که میآید در حقیقت برای ما شما امیر میدهد، امیر میدهد که خوب متوجه شو که یک دهقان انگامی که تخم میپاشد او هدف دارد، به خاطر امو هدفش است که زحمت میکشد و به اصطلاح خشایه میکند امو کاهایی که تعلق ندارد به هدفش، او را بیرون میکشد، به اودادنش متوجه میباشد. و هرگاه دیقان بفهمد که امی تخم ما نتیجه نمیدهد، بعد عقب نشینی میکند، زمین را اثر قلبه میکند و سر تخم کار میتونم. این نمیه که ما خمقه خواستم، همیشه متوجه انسان بوده باشد. در این آیت هم که تلاوت شد خوب متوجه شوین، قرآن نمیره به ما میگه که از بهار چی درس میگیری؟ تو خود دیدی زمینه که مرده بود، ما آب را سرش نازل کردیم، این زمین سخت به حرکت آمد، این تو سخت زمین بود از بیخ پک شد، چه تو پک شد دیرم آدم نمیفهمه، و این سبزه هایی که بیرون می شود بسیار نحیف است، این زمین محکمه چطور چیر می کند، چطور از او بلند می شود. بعد سوال ها را جواب داده نمی تانی، میگه ذالک بان الله هو الحق، میگه بهار کلش دلیل بریسته که این نظام از خود سانعی دارد، مدبری دارد، مالکی دارد، تربیت کننده ای دارد، ذالک بان الله هو الحق، این دلیل بریست که الله حق است، بان الله هو الحق. الله را بر شما تعریف کرده بودم که اسم جامعی است برای ذات واجب الوجود که مستجمی تمام صفات کمال است،
بنان حاجت روای مخلوق است، حاجت روای مخلوق، معبود برحق که عظمتش همه مخلوق را متحیر ساخته است. ذلك بأن الله هو الحق و انه یحیی الموتى. و این بهار دلیل بریست که الله مرده ها را زنده می کند، زندش می کند. و انه یحیی الموتى و انه على كل شيء قدیر. و این که الله به هر چیز توانا هست، به هر چیز توانا هست. عزیزان، با این مقدمه، ما سه نوع محیط داریم. یکی محیط طبیعی است، محیط طبیعی ما. شما پروردگار عظیم بعضی چیزها را به ما نسپرده، ولی او اشیا و او چیزی که الله آفریده به خیر ما آفریده تا ما زندگی خود تکمین بکنیم، آرام باشیم. جنگلات را الله پیدا کرده است، پس میبینی که این درخت ها چطور کلان میشود، او از کجا میکنه، سوال های متعددی پیشتان پیدا میشود ولی جوابش نداره. رب العالمین آب را ذخایرش در کوه ها جور کرده، در حالی که طبیعت آب ایست که در چقری ها میباشد، ولی این آب میرود به عنوان یک برف در کوه های سالنگ میباره میباره، ذخیره می شود، بعد کم کم آب شده و برای ما تو او می دهد. باز ما تو همه قمه کنیم که مسیرش تنظیم می کنیم. اگر ای آب در چخوریه ها باشه، ای قوه ترپم پس کجا می کنی که به زمین هایی که بالا است برش او بدی؟ طبیعت را رب العالمین تنظیم کرده است، ولی به ما تو می که حفظش باید تو بکنی. ما خبرت پیدایش کردم. طبیعت اما تو ساخته شده برای بقای موتو. جنگلات جالب وجود دارد، حیوانات جالب وجود دارد، گنجشک‌های بسیار جالب وجود دارد، ماهی‌های عجیب و غریب وجود دارد، آب‌های شور، آب‌های شیرین، این کلش وجود دارد. ولی نوع برخورد تو با این پدیده‌ها چی گونه باید باشد؟ پس تخریبش نباید بکنی به خاطر منافع زودگذرت. دقیق شدن؟ طبیعت را تخریب نکن. جنگل برای تو است، ولی برای منافع شخصیت از سر کلش قطع نکن. ایره از بین نبر. ایره به خاطر که تو پیسه‌دار شوی، ایره یک بار به بازار نفروش، به بیرونی ها نفروش. این کشورت است، ایره باید نگاه کنی. و از این خاطر رسول علیه السلام می فرماید که 30 چیز مگه مال هیچ کس نیست. 30 چیز مال کسی نیست. یکی امی درخت های جنگلات از کسی نیست. الماء و النار و الکلع. علفچارها از کسی نیست. از کلگی است. آب از کسی نیست. از همگی است. بنان ای عرصه باید چون از همه ما شماست، مکلفیت نگهداشتش هم همه ما شما داریم. هر کسی که از ما بخیزد به ایسی چیز تعرض میکند، در حقیقت به محیط ما، محیط طبیعی ما تعرض میکند. از این خاطر است که این تعرض ها باز از خود تقسیمات میشود. آب را یک کسی غلط استعمال بکند، آب شیرین را که کم است، الله متعال برای کشور ما شما این نصیبه را زیاد داده است نسبت به هر مملکت دیگری، ولی حفظش خود ما باید بکنیم. اتو فکر بکنین که آبی که در دریای کابل می اگر می پاک می بود، از این زیاد مردم استفاده کرده می تانست. ولی بی تفاوتی ما شما در مقابل آب طبیعی ما، ما را محتاج کرده است. یک 3 سال پیش من رفته بودم بدخشان، بعد که او مردم ششتم بحث داشتم که به چی زیاد نیاز داریم. اونا گفتن به او زیاد نیاز داریم. من دیگه تعجب کردم، به او نیاز داریم؟
این دریای کلان خروشانه که در بینتان است یعنی چی؟ گفت گنده است، مردار است. از این آب کلان بر خوردن استفاده کردن نمیتونه. معنا چی؟ این مردم با یک چیزی که در محیطشان طبیعی وجود دارد درست تعامل نکردن، درست تعامل نکردن. این آب فراوان برش گنده شد، در نتیجه خودشان به مشکل روبرو شد. میگه او بده آب خوردن نداره. پس تعامل ما با محیط طبیعی این مکلفیت فرد فرد ما و شما هست. هیچ کس حق نداره آب را گنده بکند و رسول علیه السلام از این منع میکند، از این منع میکند. هیچ کس حق ندارد که آب را بیشتر استفاده بکند، باید کم استفاده بکنی، محتاط باید بوده باشی. و او مسئله فقیر کل ما شما یاد داره، میگه در سر دریام که باشی تو حق نداری از وضویی که لازم است از بیشتر دست و پایت بشی. سه بار بشوی، اگر چهار بار میشوی تو در حقیقت تجاوز کردی، حریم را شکستاندی. پس حفظ محیط طبیعی ما که آب ما است، علفچارهای ما شما هست، درختهای ما شما هست، این مکلفیت دینی ما شماست که را نگاه کنیم و نگذاریم که کسی این را تخریب بکنه، خرابش بکنه. محیط طبیعی ما و مانا حیوانات است که در این جای زندگی میکند، حیوانات است که زندگی میکند. هیچ کس حق نداره او را مورد تجاوز قرار بدهد و گنجشکار از بین ببره، بازایش از بین ببره، آهویش از بین ببره، چیزایی که در جنگلات هستن. زیر کلش در حقیقت در خدمت ما تو هست. رب ما ای را پیدا کرده تا لحظات تو آرام باشی، تو از او لذت بگیری. پس به حد می از او برای کسی اجازه نیست. دو، محیط مصنوعی است که ما او را می سازیم. در حقیقت شهر هاست، سرک را ما می سازیم، خانه ها را ما تو می سازیم و فابریکه را ما تو می سازیم. این چیزها را ما شما ساختیم، ولی کلش به خاطر چی است؟ به خاطر که ما تو آرام باشیم. در حفظ محیط ما، محیط طبیعی ما، مردم ما متاسفانه که طوری که شایسته است اقدام نمی کند. معدنای ما را غلط میکشیم، جنگلای را از بین میبریم، آب را گنده میکنیم، علفشارا را از بین میبریم، فقط به خاطر که نفع شخصی ما باید جور شود. در محیط مصنوعی ما که شهرهای ماست، در او جا هم باز ما مکلفیتهای خود را ادا نمیکنیم. با چور کردن زمین آماده هستیم، ولی با نگه کردنش مسئولیت خود را ادا نمی کنیم. همه شیرچوری که است رو زمین ها کلشان چور کردن. شما یک بار ببینین که خانه های است که بلک ها دلار ساخته شده است، ولی سرکش خامه کرده. این جنابای عالی یک لکپر را جمع نمی کند و نمی خواهیم او جور شد. او را باید شارواله برای جور کند. ولی خب محیطت است، تو باید بسازی. ما خانه خود را جور میکنیم، ولی سرک های خود را نگاه نمیکنیم. درخت ها را در سرک آب نمیتیم، خود ما نمیمانیم، گل ها را پیش روی خانه خود نمیمانیم. کل ما منتظر عزیزیم که شارواله بکنه. خب خیلی مسئولیت ما تو چیست؟ ما تو هم مسئولیت داریم تا محیط مصنوعی خود را خود ما بسازیم، مقبولش بکنیم، زیبایش بکنیم و همون تمدن بزرگی که اسلام و انسانیت از ما میخواهد او را به نمایش بگذاریم. پس این هم مرض دیگه ماست که در داخل خانه که خود که در آییم اینی را ملکیت خود حساب میکنیم، سرک ملکیت خود حساب نمیکنیم، این باغ و این را ملکیت خود حساب نمیکنیم. عزیزایم، جامعه انسانی سقوطش از همینجا شروع میشود که فرق قائل شود در بین سرک و در بین خانه خودش. کلش خانه ماست،
و کل مملکت خانه ماست، حفظش وجیبه فرد فرد ما شماست. سوم، محیط اجتماعی داریم، محیط اجتماعی داریم که در حقیقت این محیط اجتماعی بافت میخوره ابتداعا از خانه ما، بعد به مسجد و قریه ما، بعد به ولسوالی امیرقم بالا میرود. هرگاه ما در محیط اجتماعی هم بی تفاوت شویم، مثل که در محیط طبیعی و در محیط مصنوعی خود بی تفاوت شویم، در حقیقت خود را به چالش میکشانیم، خود را بدبخت میکنیم. متاسفانه متاسفانه که باز هم در این باب ما بی تفاوت هستیم، در تکوین محیط اجتماعی ما بی تفاوت هستیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که تنکح المرأة لأربع، غالبا به نکاح گرفته می شود یک زن به اساس حسنی که دارد، قبیله و خانواده‌ای که دارد و یا مالی که دارد. میگه مردم به این طرف زیاد توجه میکنند، ولی اصل حفظ محیط از امی خانواده شروع می شود. فازفر به ذات دین، تو کامیابی باید حاصل بکنی با خانواده دیندار، از امی جا محیط درست کن. در خانیت باید کسی بیاید که او تعلق خوبی با خدا داشته باشد. ارگاه با خدا خوب تعلق داشته باشد، با خودت تعلق خوب را پیدا می کند. ما در این باب هم ضعیفیم، توجه نمی کنیم و توجه ما به طرف امی مادی و بعد سیگانه طبیعی انسانی است که به اون طرف می دویم. در خانه ارگاه بی برنامه باشیم، بی هدف باشیم، شما هیچ وقت بهار خوبی را نخواهد داشتیم. بهار که تعبیر می شود به معنای یک زمانی که طبیعتاً خوشحالی به تو می آید. بهار بیاید طبیعتاً شما خوش می باشین، طبیعتاً بناهن بهار خانوادیت تعلق می گیره به انتخاب خوب شریک زندگیت. اگر در اینجا درست اقدام کردی، بهار خوبی در حیاتت خواهد داشتی. همیشه باید جوان باشی و خوش باشی و آرام باشی. پس امه تو که ما برای حفظ محیط خود و حفظ محیط طبیعی خود، حفظ محیط مصنوعی خود و حفظ محیط اجتماعی خود برنامه نریزیم، هدفمندانه عمل نکنیم، اما تو که جنگل خراب می شود، اما تو که سرک ما خراب می شود، اما تو خانواده ما خراب می شود، این هم از بین می رود. عزیزم، شما می بینین که در خانه‌ای که در اوجا والدین نماز می خواند، قرآن می خواند، طفلکی که شیرخور است گپ زده نمی تاند ولی سجده کردن به الله را یاد دارد، در خانواده‌ای که در اوجا نماز نیست، در اوجا قرآن خوانده نمی شود و برخلاف از او در اوجا تمام روز ابتذال است و تلویزیون است و رقص است، امید طفلکی شیرخور رقص باز یاد دارد، همه کار یاد دارد. در حقیقت کی خانواده را تخریب کرد؟ کی این محیط خانوادگی را از بین برد؟ همین مادر و پدری که الله ای نعمتی که فرزند است او را برش عطا کرده است. پس اگر ما متوجه محیط اجتماعی خود نشیم که گرفته می شود ابتداعا از خانواده، شما توقعی از این را نداشته باشین که باز فرزند شما که کلان می شود چرا در بیرون جنگ می کند، فرزند شما کلان می شود چرا بد اخلاق می شود الاخری، زیرا در ایجا هم هیچ برنامه برای فامیل نبود. عزیزایم، در ای باب فکر می کنم که 99% ما بی برنامه هستیم. من به می باور هستم 99% مردم افغانستان برای تنظیم محیط خانوادگی خود برنامه ندارند و متاسف هستیم به این حالت ما. و همیست که ما وقتی که به جامعه بزرگ میشیم بدون هدف تعیین میشیم، تعیین شده کلان میشیم،
و در مقابل مشکلاتی که با او روبرو میشیم زود حوصله ما را میگیرد. و کسی که باز برنامه داشته باشد او صبرم داشته می باشد، کسی که برنامه داشته باشد او حوصله هم داشته می باشد، زود قهرم نمی کند. انسانانی که برنامه نداشته اوزا زود قار میکنند، اونا بی حوصله هستند، اوزا زود جنگ میکنند، اونا وقت خود به جای تلف میکنند، به جای مصرفش میکنند. و این زمان از پیش شما تو میرود، یک بهار میرود، دیگه بهار، دیگه بهار، و این عمر پس برتان بر نمیگردد. پس عزیزایم، محیط خانواده که در حقیقت خشت اول محیط اجتماع ما شما هست، با او باید برنامه داشته باشیم، با او باید بیاندیشیم و سرش فکر بکنیم. کما که از خود پرسان بکنیم که امروز فرزند ما از ما چی یاد گرفت، یا امروز یک مادر برای فرزندش چی را یاد داد، امروز برادر کلان برای برادرای خرد چی را یاد داد، امروز همشری کلان برای همشراگای خردترک چی را یاد داد، امروز یک خشوعی برای سنویش چی را یاد داد، چی پیام برش داد. یک سوال را که امرای خود کرده بریم، همین سوال ها را که خود تکرار بکنین، یکان بار پرسان بکنین، بعد میبینین که عملا برتان ثابت میشود که نه، ما اصلا فکر نمی کردیم که خشوعی هم برای عروس خود باید پیام داشته باشد، خسر هم برای عروس خود باید پیام داشته باشد. ای تو چی میگی؟ در حالی که در اسلام عزیزی ما برای هر لحظه تان پیام وجود دارد تا که یک بهار همیشه و زیبا و مقبول داشته باشید. عزیزایم، انسانان بزرگ که بزرگ شدند به خاطری که برنامه و خوب دارند، هدف خوب دارند. انسانایی که خرد ماندند به خاطری که برنامه برای زندگی خود ندارد، هدف برای زندگی خود ندارد. پس ارگاه ما بهار را مطرح میکنیم، ایره مطرح میکنیم که برای خود ما و خانواده ما چی برنامه دارین، چی میخواین شوین، اولادتان چی میخواید شود، خانوادهتان چی رقم میخواین، امین از خود پرسان بکنین. هر چیزی که خواستی باید برای زو زحمت بکشی، برای زو باید زحمت بکشی. باور به خدا بکنین، امین گلها خیلی خوب چیز است، اگر دیقان متوجهش نشود و شاخشه های اضافیش قطع نکند، آب را برش منظم نته، خشایش نکنه، شما امو گل را هم نخواد داشتین. بنان چی تو میخوایی که فرزندان بسیار صالح داشته باشی، نواسه های بسیار صالح داشته باشی، خانوادی داشته باشی که مردم سرش افتخار بکند، در حالی که هیچ نوع زحمت برش نمیکشی، هیچ فکر برش نداری. بله، یک فکر داری که باید شکمش اسیر بکنی، این فکر برش داری، قالین برش خوب بخری، خانه برش خوب بخری، همه چیز دوست دارین که برش باشن، ولی فکری کلیش نکردی، فکر مغزش نمی کنی. متاسفانه، متاسفانه این مشکل کلان ما شما هست. پس اگر می خواین که اولادتان از نظر ظاهری که بر زحمت میکشی خوب شود و یک محیط خوبی خانواده داشته باشی، پس در رزق متوجه شو، در رزق متوجه شو. باز تکرار میکنم سوالا، میخواین اولادای خوب داشته باشین، خانواده خوب داشته باشین؟ جوابتون همیست که بله میخواییم، اما تو رسنی؟ پس کل چیز تعلق میگرد به لقمنانی که تو میدی. اگر این لقمنان تو حرام باشد، گنده باشد، توقعی از این را نداشته باش که فرزندی تو صالح میاد. دقیق شدن؟ امکان ندارد. از این خاطر است که در قرآن کریم در رابطه به وجود ما شما یک تعبیر جالب میکند. در یک جای بعد معنوی را که ذکر میکند رتبه ها برش میدهد، بعد سقوط را که مطرح می کند فقط یک عنوان برش می دهد. ما ساخته شدیم از روح و از ماده. روح ما تربیه می شه که اصل جوهر وجود ما شما هست.
تربیه میشه در دامن مادی، کمی پیکری وجودی ما تو است. این پیکری وجودی تقویه می شود از همین لقمنان، از همین آب و خوراک. هرگاه لقمه تان حلال بود، همین روح در دامن همین حلال رشد می کند. که رشد می کند در یک مرحله چی میگه؟ به نفس ملهمه تعبیر می شود، یعنی استعداد از این را پیدا می کند که خوبی ها را ببیند، بدی ها را ببیند و زمینه مساعد بکند برای انتخاب خوبی ها و ترک بکند بدی ها را. ارگاه این خوراک خوب و خوب شده برود، حلال باشد، مرحله دیگه بالا میری به نام نفس لوامه. فلا اقسمو به نفس لوامه، سوگند میگیرم به نفس که ملامتگر است. همیشه پیش رویت میگه تو شکست خوردی، تو باید تلاش بکنی، بالا باید بروی، این موقعیتت صحیح نیست. ارگاه بهتر برش نان بتی، بیشتر سر حلال فکر بکنی، مرحله بالا میرود. از او کده هم یا ایتها نفس المطمئنه، اطمینان پیدا میکنی به ای که عزت ذلت همش از آن خدا هست. مطمئن به ای میشی، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ای مطمئن میشی. هرچی که به ما میرسد تا که رضای الهی نباشد، اراده الهی نباشد، به ما نمیرسد. عقیده به ای پیدا میکنی، مطمئن به ای میشی که نان که به تو نصیبیت است او در حلال ممی است، بنان به حرام دست ننداز، از او دوری بگی. مطمئن میشی به ای که رب ما مرا دوست دارد، رب ما مرا دوست دارد. بنان وقتی که مادر و پدر مرا دوست دارد به ما شر را نمیخواهد. رب ما خو از مادر و پدر که مرا بیشتر دوست دارد. بنان پدر و مادرم گاهی ضعیف می باشد، گاهی سر قضیه سرش خلاص نمی باشد، گاهی به خوبی که به من می رساند زورش نمی رسد، در حالی که رب ما قوی است و عاجز نمی شود. رب ما عالم است، رب ما توانمند است و او که مرا دوست داشته باشد پس چرا شکست بخورم، چرا بیچاره شوم؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، من اکنون برگرد به طرف پروردگارت، حفظ بکو محیط طبیعی را، حفظ بکو محیط مصنوعیت را، حفظ بکو اما محیط خانوادگیت را، ایر حفظ بکو. بنان حرام اولادایت تربیت نکو، به فکر حرام اولادایت تربیت نکو، به عقیده حرام اولادایت تربیت نکو. اطمینان داشته باش به اینکه بهترین عقیده عقیده اسلام عزیز ماست، عقیده توحید، عقیده یکتاپرستی، عقیده که نظام در اختیار الله هست، حاکمیت از آن الله هست. بی تربیتش بکن. پس ارگاه ما در خانواده خود برویم و تلاش بکنیم که نان حلال برش بتیم، نفس مطمئنه ما باز یک قدم بالا دیگر میگرده که نفس راضیه میشود. نفس راضیه یعنی به ای که هر آنچه که الله برای از این انسان داد به او راضی میشود و آواز اعتراض را نمیکشد. هر چیزی که برش داده شد میگه امیره الله برام خوب دیده است، شکر سرش میکشد. عجباً لامر المؤمن، عجیب است امی زندگی یک مؤمن، یک مسلمان. خیر برش برسد شکر میکشد، ضرر برش برسد صبر میکند، راضی ام میشه راضی. ارگاه این مرحله طی میکنه و اینان خوب میگیرد به مرضیه میشود، الله از اعلان رضایت خود را برش میدهد، الله اعلام رضایت را برش میدهد. رسول ما صلی الله علیه و سلم
ایره در یک حدیث زیبا تعبیر میکند، میفرماید که هرگاه مسلمان اعمال صالحش نزد پروردگار بلند میرود، بلند میرود، بلند میرود، روزی حضرت جبرئیل امین را صدا میکند: جبرئیل، من فلانه پسر فلانه را دوست دارم، تو هم دوستش داشته باش. و جبرئیل امین علیه السلام چی میگد؟ یا الله، من هم دوستش دارم. بعد جبرئیل به کناره های آسمان ها آواز میدهد که او مخلوقی که در این جاهای بلند قرار داریم، الله فلانه پسر فلانه را دوست دارد، شما هم دوستش داشته باشید. اون ملائکه و اون مخلوقات دیگه که ما غیر از ملائکه است ما چی میدانیم؟ هم مگی امو مؤمن را مشناسد و دوستش میداشته باشد، و دوستیش به معنای چیز دیگه که توقع خیر برش میکند، دعای خیر برش میکند. ثم یوضع له القبول فی الارض، بعد از در زمین هم همه مسلمان ها او را دوست داشته میباشد. پول آدم به مردم دوست نمیگرداند عزیزم، قدرت نمیگرداند. وقتی که محیط را خوب کنی، محیط را خوب کنی و حفظ بکنی محیط را، الله تو را دوست داشته میباشد، مخلوق هم تو را دوست داشته میباشد. بعد از او که از خانه بیرون شویم، خانه جور شد، خانه را متوجه شدیم، و اسلام نمیگه که تو تنها خانه تا نگاه کن، میگه بیرون، بیرون اجتماع تا متوجه شو. ولتکن منکم امتون، باید در مابین شما امتی باشد. ولتکن منکم امه، امت چی را میگوید؟ میگه مردی که همه خوبی ها را در خود جمع کرده باشد. ان ابراهیم کان امه، ابراهیم امت بود، یعنی همه صفات خوب را که تو میدیدی در وجود از اون هفته بود. ولتکم منکم امه، باید در مابین شما هم امت و مردما و خانواده هایی که همه خوبی ها را داشته باشد، باید در مابین شما باشد. چی میکنه این امت؟ این امت باید تقدس شود، خوب شوی، باید مردم تو را ببوسد، لمست بکند. تو که خوب شدی باید دیگران را استخدام بکنی که پایای تو را ببوسد، برای تو سجده بکند که تو خوب هستی. این قرآن این رقم نگفته. از ما هر چی سرچپه شده متاسفانه، ما که یک کسی خوب شد معنی هیچ که ما دیگه برش سجده بکنیم، بس چارقاک چارقاک پیش پایش خود بندازیم، این تو نیست. ولتکم منکم امه، چی میکنه این امت؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای که جور شد چوب نمی باشد، در مقابل قضایایی که در محیطش است، در او حساس است، امر میکند به نیکی ها و من میکند از آنچه که زشت و بد است. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، هرچی که زشت از زور باز میدارد مردم، نکو، خطر دارد برایت. و رسول ما صلی الله علیه و سلم در یک مثال سبحان الله بسیار بلند عجیب جامعه را معرفی میکند، میگه حیثیت از این جامعه، جامعه انسانی، حیثیت امو کشتی را دارد که چند منزل دارد. مردمایی که در منزل پایین هستند، اینا با آب ضرورت پیدا میکند، چیز را باید بشویند، بعد باید در منزل بالا بلند شوند و در اوجا چیزی را به بحر بندازه و آب را بگیرد. یکی در مابین پیدا میشه، چی همیشه بالا بالا میرید؟ در حصه خود ما کشتی را غار میکنیم و از همیجا نزدیک آب میگیریم. میگه اگر اینا به این فیصله برسن که چون این کار میکنن، اگر مردم های بالا بی تفاوت شوند و بگه که خیر است، خود در حصه خودشان غار کردن، یا اینا بگن شما ما را کار نداشته باشین، ما در حصه خود ما کشتی را سوراخ میکنیم، همه کشتی سقوط میکنند، همه کشتی غرق میشود. جامعه بیدار و محیط بیدار اسلامی ایتو نمیشود که چشمای خود کور پرتیم و چیزی نگوییم. در یک جای یک جوان غلطی میکند،
ما و شما چوب می باشیم. یک کسی بی معنا می گردد، ما چوب باشیم. یک کسی ظلم می کند، ما چوب باشیم. یک کسی فساد می کند، ما چوب باشیم. یک کسی گپ غلط و لعنت و فحش را می گوید، ما بی تفاوت باشیم. در مجلس ما هیچ عکس العمل نشان نمی دهیم. این در خود ما را غرق می کنیم. دقیق شده؟ خود ما را از بین می بریم. اسلام امت بیدار را می خواهد، امت بیدار زنده که هر چیز در اوجا محاسبه می شود، هر چیز محاسبه می شود. کسی غلط گپ زد و متوجه یک دفعه سخت برش ببین و می فهمه که چی گفت، بس چوب باید شود. نشد، پس یک قصه دیگر شروع می کنیم. نشد، برش بگو برادر گلم، ما می خواهیم که به خدا نزدیک شویم، تو ما رو به گناه می بری، چی شروع کردی تو؟ مطابق و مرحلش باید لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، باید امر به کارهای شایسته بکنین و از کارهای بد باید مردم را منع بکنید. در این جامعه که در مابین شما باید یک گروه خوب و صالح باشد و کارهای شایسته دستور بدهد، از کارهای بد منع بکند. و اولئک هم المفلحون، اما گروهی که او کامیاب است و رستگار است، این می مردم هستند. خب آل بهار وقتی که تعبیر میکنیم، اسلام از این دریچه برای ما میگه بهار را بپذیر با یک هدف عالی، با استخدام وسائل شایسته، با دورنمای بسیار مقبول. این را اسلام به ما میگه و این هدف دین ماست. این نیست که تو مانند حیوانات در سر کوها برای، این نمیه که تو جنده را جور بکو و بعد از او را بلند کو پایین کو. این چیزا نیست در دین. چرا اصلی قضیه را نمیگیرین؟ خرافات انسان را گنده میکند، عقلش را گنده میکند، مسیرت از بین میبرد. خرافات چیزی نیست که شما را به طرف بلندی شخصیت بکشاند، بلکه شخصیتت را میزند. ارگاه تو اعتقاد به سوطه پیدا کردی و در گرد از او چندانه چیزی را دور دادی، یعنی چی شد؟ هیچ نمیفهمم که ملت ما کجا می رود؟ چرا اینقدر بدبخت می شوند؟ چرا اینقدر بیچاره می شوند؟ پس بیدار باشین، زنده باشین تا خداوند متعال کامیابی را نصیبتان بکنه. عزیزایم، ما در بهار قرار داریم. ارگه خواسته باشین که یک محیط بیدار داشته باشین، پس اول از خانواده خود شروع کنیم. در خانواده تان اینمیال شروع کنیم. برای فرزندانتان بهار زیبا بتین، برای فرزندتان بهار زیبا. از امیال متوجه بوده باشین، خطاها و لغزشها و اشتباهات سال گذشته تان را جبیره بکنین. برای خانواده تان برنامه پرتین. زود خواب نکنین. از فرزندتان، از دخترتان پرسان بکن امروز چی خواندی؟ امروز استاد برای تو چی گفت؟ یک نکته. گپ اخیر میست که ما بهار داریم و دروازه های مکاتب ما بر رخ هزارها طفل معصوم و بیچاره ما باز می شود. رسول ما علیه السلام می فرماید که انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جزء نیست که ما مبعوث شدیم به عنوان معلم. معلم کی است؟ میگه معلم عبارت از شخص مسئول دارای شخصیت عالی که به انتقال مفاهیم در سلوک شاگرد تغییر مثبت را ایجاد کند. دقیق شدین؟ عبارت از شخص مسئول، دانشمند، با وقار، با حیثیت که به انتقال معلومات در زندگی شاگرد تغییر مثبت را ایجاد بکند. بنابراین شاگرد مقلد محض است. بلندترین درجه تقلید در بین استاد و در بین شاگرد است. شما باور بکنین که استادا به اندازه تأثیرگذار هستند که امی لباسی که استاد می پوشد، والله امو خوشت می آید. استاد که استاد باشد. این صحبت کردن را بگذار، این نان خوردن را بگذار، را رفتنش را بگذار. از این خاطر است که اساتید
بلندترین مقام دارد، از طرف دیگر مسئولترین مردم در جامعه هستند. مسئولترین مردم ارگاه استاد متوجه نشود، بدون از اینکه آمادگی بگیرد وارد سم شود، به لباس ظاهریش متوجه نشود، به نزاهت متوجه نشود، مسئولیت را نگیرد، ما با این تو یک محیط باز روبرو میشیم که ارگاه این فرزندان ما وارد پوانتون شوند، در پوانتون به عوضی که انسانان بافهم باشند، انسانان بسیار خودخواه، خودغرض، متعصب به بار میاد. شما در پوانتون کابل و پوانتونای ما برین، به عوضی که جوانای ما ملتفت شوند به آرمانهای بلندی که این کشور برش نیاز دارد، جوان ما به اساس بی‌توجهی استاد در مکاتب ما، بی‌توجهی استاد ما در صنف تحصیلی، می‌بینیم که تعصب قومی، تعصب نژادی، تعصب زبانی به این دچار شدن. این کلان کار نیست؟ چقدر ما با مشکل روبرو شدیم؟ انجینر ما باید به هر کس خانه بسازد ولی خود را خرد میکنه، نه که تنها به اینجا میسازم. دکتر ما هم بشریت را باید تداوی بکنه ولی او بیچاره خرد میشود که نه فلانه را تداوی میکنم. معلم ما همه را باید تربیت بکنه ولی او خرد میشد میگن فلانه را تربیت میکنم. عزیزای ما را نبوده یک تربیت سالم، این دین بزرگ بر ما خرد شده، این کشور بزرگ بر ما خرد شده. باز که میبینی از کجا؟ به خاطر که استاد مسئولانه وارد صنف نشده، استاد مسئولانه قضیه را مطرح نکرده است، به تعبیر باز مطرحش نکرده است. باور به خدا بکنه میتونم که در امین نمازهای جمعه امتان را اتو متعصب بکنم که ارگا بیرون بری سوته در دستت باشد. میتونیم امی کار را بکنیم، ولی میتونیم سینه تان را بزرگم بکنم که همه را تحمل بکنی، همه را دوست داشته باشی، همه را بپذیری به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک برادرت. پس اساتید هستن که در حقیقت مسیر میدهن. ما امیدوار هستم که استادای بزرگوار ما متوجه بوده باشند. پس چی باید بکنن؟ اول شاگردش را بشناسد، شاگرد را بشناسد، این شناخت از همه جانبه باشد، از نظر صحتش، از نظر فقرش، از نظر استعدادش، درکش بکند، یادداشت بگیرد، پلان پرده که شاگرد را چگونه باید آهسته آهسته بالا ببرد، چگونه نوازشش باید بدهد، چگونه او را اطمینان بدهد، او را پیام بدهد، او را مسلط بر قضیه بداند، تشویقش بکند، بعد مرحله تکوین را برش مساعد بکند، خلاهایش آهسته آهسته گرفته برد، بعد ارتقا برش بدهد از یک مرحله به مرحله دیگری. خداوند مطالبه ما شما این توفیق را عنایت بکنه که ما من حیث والدین هم متوجه شویم و مربیین و اساتید ما هم متوجه شوند. از حکومت خو مگله ندارم، زیرا یک ریشخند حکومت است، به هیچ چیزم برنامه ندارم متاسفانه. الله هم ما شما را خیر نصیب بدهد، رب العالمین ما را جور بکند و خداوند متعال توفیق به ما عنایت بکند تا کشور خود را بسازیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب الیک.